فولکر تروک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد طی اظهاراتی درخواست 452 میلیون دلار کمک نقدی برای دفاع از حقوق بشر در سراسر سر جهان را کرد وی در ادامه افزود برای حفاظت از حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در نقاط مختلف جهان به این بودجه مالی نیاز داریم تا دفاترمان در کشورهای مختلف بتوانند در این مسیر گام بردارد وی در ادامه افزود بدون تأمین حقوق بشر در جهان صلح پایدار و توسعه پایدار در جهان برقرار نخواهد شد برای دستیابی به عدالت در جهان به تأمین حقوق بشر نیازمندیم او همچنین گفت ما باید بر اقدام در زمینه حقوق بشر در سطح جهانی منطقه‌ای و داخلی کشور تلاش کنیم تا ثبات در همه جا برقرار شود در آن صورت حمایت های اجتماعی نیز تقویت خواهد شد و تبعیض کاهش میابد. علل و ریشه بیشتر این معضلات نبود حقوق بشر و پایمال شدن آن در نقاط مختلف جهان است. این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل متحد در ادامه افزود در نتیجه همه این وضعیت بحران های زیست محیطی نیز در جهان به وجود می آید و رو به افزایش می نهد. به افزود در حال حاضر در نقاط مختلفی از جهان مانند پرونده جنگ اوکراین، پرونده آوارگان میانمار، مسلمانان چین و پرونده افرادگرایان تروریست در قاره آفریقا مهمترین چالش های حقوق بشری در جهان هستند. گفتنی این مقام سازمان مللی در حالی این مطالب را مطرح کرده که هیچ اشاره به زندانیان سیاسی و عقیدتی در بحرین و عربستان سعودی و پایمال شدن حقوق آنان ای نکرده است.